سلام، توی ویدیو قبلی در رابطه با بخش‌های مختلف آنتن به صورت کامل صحبت کردیم، هم روی بلوک دیاگرام و هم روی بورد اون قطعات رو به نوعی دیدید. امروز می‌خوایم بریم سراغ بخش‌هایی که در رابطه باهاش کمتر صحبت شده، بخش‌هایی مثل بلوتوث، جی پی اس، ان اف سی و دوربین‌های دستگاه. قبل از اینکه کارو شروع بکنم، مطابق همیشه این رو بگم که اگه از طریق یوتیوب یا آپارات دارید ما رو دنبال میکنید، حتما روی گزینه سابسکرایب یا روی گزینه دنبال کردن کلیک کنید. خب وارد کارمون بشیم. امروز میخوایم بخش‌های مختلفی از گوشی رو که اصولاً کمتر در رابطه باهاش صحبت میشه رو به صورت کامل تشریح کنیم. بریم روی این بلوک دیاگرام، بر اساس این بلوک دیاگرام پیش بریم. خب میبینید که NFC به این دستگاه، به این مدل دستگاه که بلوک دیاگرامش رو داریم میبینیم، متصل شده. قسمت‌های دیگه‌ای مثل بلوتوث، وای فای و جی پی اس، این قسمت رو هم که دارید میبینید دوربین‌های دستگاه ما هستن و قسمت‌های تغذیه که بهشون متصل شده. از همین دوربین‌ها شروع بکنیم. خب امروزه دوربین‌های زیادی به دستگاهمون متصل شده، روز به روز هم داره تعدادشون بیشتر میشه. قبل از اینکه در رابطه با حالا کاربردهای این دوربین‌ها، واید، اولترا واید، ماکرو بخوایم صحبت بکنیم، یه مقدار در رابطه با ساختار خود دوربین صحبت بکنیم که از چه اجزا و قطعاتی تشکیل شده. یک دوربین به صورت کلی از 4 قسمت تشکیل شده: لنزها و عدسی‌ها، دریچه دیافراگم، سنسورهایی که داخل دوربین قرار گرفته و در نهایت آی سی دوربین و حالا تغذیه رو هم به نوعی میتونیم ازش نام ببریم. یه مقدار وارد جزئیات بیشتری بشیم. توی مرحله اول بریم سراغ لنزها و عدسی‌ها. این رو باید بدونیم که هر جسمی یک رنگ مشخصی داره. اما رنگش رو ما چجوری میتونیم تشخیص بدیم؟ نوری که به این جسم میخوره و بازتابش به چشم من انسان میرسه، میتونم رنگ اون جسم رو به نوعی متوجه بشم. کار لنزها و عدسی‌ها هم به نوعی همین هستش. بازتاب نوری که از اجسام بهشون میرسه به سمت داخل دوربین هدایت میکنه. توی مرحله بعدی نور وارد دریچه دیافراگم میشه. کاربرد این دریچه دیافراگم چیه؟ کاربرد این دریچه این هستش که شدت نوری که داره وارد سنسورها میشه رو به نوعی کنترل میکنه. این دریچه هر چقدر بازتر باشه شدت نور بیشتری وارد سنسورها میشه و هر چقدر بسته تر باشه قاعدتا نور کمتری وارد سنسورهای دستگاهمون میشه و به نوعی میتونه توی پروسه کیفیت تصویرمون تاثیرگذار باشه. و توی مرحله بعدی نور وارد سنسورها میشه. سنسورهایی که داخل دوربین قرار گرفته رو اصطلاحاً بهش فوتودیود میگن. اما کاربرد و نحوه کارکرد این سنسورها به چه صورتیه؟ این سنسورها رو ما میتونیم تشبیه بکنیم به سلولهای خورشیدی. صفحات خورشیدی رو اگر دیده باشید، نحوه عملکردش رو به این صورتی که نور رو دریافت میکنن و تبدیل میکنن به جریان الکتریکی، به یک برقی که توی خروجی بتونیم ازش استفاده بکنیم. سنسورها هم یه همچین کارهایی دارن انجام میدن. اصطلاحا به این سنسورها فوتودیود میگیم. نور رو دریافت میکنن و تبدیل به برق بسیار ضعیفی میکنن. اما این برق چه کاربردی داره؟ خب پردازنده از این برق برای پروسه تصویرسازی استفاده میکنه. اون جایی که نور بیشتری وجود داشته باشه، خروجی این برق بیشتر میشه. پردازنده متوجه میشه که اون ناحیه تصاویر روشنتری داره و حالا توی خروجی که تصویر ما باشه، تصاویر سفید رو جایگزین میکنه. و اگر نور کمتر باشه تو اون محیط، برق کمتری تولید میشه و پردازنده متوجه میشه که اون ناحیه تصاویر تاریکتری داره و از رنگهای مشکی استفاده میکنه. به این صورت ما میتونیم تصاویر سیاه‌سفید رو ایجاد بکنیم و حالا با گذاشتن یک سری فیلترهای رنگی میشه تصاویر رنگی رو هم ایجاد کرد. ما سعی کردیم حالا با یک زبان ساده این قضیه رو تشریح بکنیم. پروسه مقدار پروسه پیچیده تری هستش. اما این رو هم باید بدونید که حالا وقتی زمانی که عنوان میکنیم، مثلا گوشی من 32 مگاپیکسل، 64 مگاپیکسل، داره به تعداد سنسورهایی که داخل گوشی هست اشاره میکنه. یک گوشی، یک دوربین 32 مگاپیکسلی یعنی 32 میلیون سنسوری هستش که داخل اون دوربین قرار گرفته. هر چقدر تعداد این سنسورها بیشتر بشه، قاعدتا جزئیات بیشتری از تصویر رو هم میتونیم ببینیم. اما دلیل بر این نمیشه که کیفیت تصویر خروجی ما بره بالاتر. کیفیت تصویر به عوامل دیگه بستگی داره. عواملی مثل آی سی دوربین که در رابطه باهاش جلوتر بیشتر صحبت میکنیم. یه خورده به معرفی انواع و اقسام لنزهایی که داخل گوشی هامون به کار رفته صحبت بکنیم. یه نگاهی باز دوباره بندازیم لنزهای واید، لنزهای
اولترا واید و لنز های ماکرو. لنز واید لنز پیشفرض گوشی هستش، زمانی که شما فیلم برداری دارید انجام میدید از این لنز برای فیلم برداری عادی گوشی استفاده میشه. فاصله کانونی به نسبه زیادی داره و زاویه دید خوب و به نسبه بیشتر از چشم انسان داره که باعث میشه شما بتونید تصاویری که حالا به نسبه عریض‌تر هستن رو بتونید فیلم برداری بکنید. این لنز از لحاظ وضوح تصویر نسبت به بقیه لنزهای گوشی تصویر با کیفیت‌تری توی خروجی به ما ارائه میده. این در رابطه با لنز واید. بریم سراغ لنز بعدی که اولترا واید هستش. لنز اولترا واید زاویه دید بیشتری نسبت به لنز واید داره. زمانی که میخواید حالا فیلم برداری یا عکس برداری از محیط‌های وسیع‌تر، حالا عکس‌های چند نفره یا یک ساختمانی بخواید بگیرید، از این لنز برای پروسه عکس برداری استفاده. لنز بعدی لنز ماکرو هستش. موقعی که میخواید از یک جسم یا یک شی که بسیار توی ابعاد کوچیک از ریز هستش بخواید یک فیلم برداری و عکس برداری با کیفیت انجام بدید، این لنز وارد عمل میشه و با جزئیات خوبی میتونه این عکس برداری رو انجام بده. این لنز هم امروز زیاد توی گوشی ها به نوعی استفاده میشه. این در رابطه با انواع لنزهای پرکاربردی که داخل گوشیمون زیاد استفاده میشه. در نهایت قسمت دوربین به چی ختم میشه؟ در نهایت قسمت دوربین به IC تحت عنوان IC دوربین متصل میشه. این IC ممکنه به عنوان یک IC جدا و سوا روی بردمون قرار بگیره یا اینکه توی دل پردازندمون به نوعی قرار گرفته باشه. IC دوربین کارش چیه؟ IC دوربین پروسه مدیریت کردن بخش دوربین رو به نوعی انجام میده. اما اگر این IC دوربین داخل پردازنده قرار گرفته باشه، در رابطه با این قضیه ما صحبت کرده بودیم که SOC یک سری اجزا و قسمت‌های مختلفی داخلش وجود داره. یکی از قسمت‌ها ISP بودش. وظیفه ISP چی بود؟ فیلم‌هایی که ما به واسطه دوربین داریم می‌گیریم، عکس‌هایی که داریم می‌گیریم، این فیلم‌ها قابلیت فهمیدن برای من کاربر نداره. یک سری فیلم‌های خامی هستن که کاربر متوجه این فیلم‌ها نمیشه. این فیلم‌ها باید وارد قسمت ISP بشه، باید روش پروسه پردازش کردن به صورت کامل انجام بشه تا تبدیل به یک فیلم قابل فهم برای کاربر بشه. ISP تو این زمینه نقش بسیار پررنگی داره. ISP کارهای دیگه‌ای حالا غیر از شبیه سازی تصویر انجام میده، پروسه حذف نویز، تنظیم وضوح تصویر و روشنایی تصویر و کارهای بسیار مهمی که یک تصویر با کیفیت توی خروجی داشته باشیم توسط ISP انجام میشه. این رو هم باید بدونیم که دوربین برای که فعالیت خودش رو داشته باشه قطع به یقین نیاز به برق و جریان بار الکتریکی داره. تغذیه دوربین از کجا تأمین میشه؟ تغذیه دوربین از قطعاتی تحت عنوان رگولاتورهای LDO تأمین میشه. روی این بلوک دیاگرام هم دارید میبینید که برای دوربین‌های مختلفی که روی دستگاه متعبیه شده تعداد بسیار زیادی رگولاتور LDO به نوعی متصل شده که هر کدوم خروجی ولتاژهای به اندازه‌ای رو در اختیار دوربین قرار میده. در رابطه رگولاتورها صحبت کرده بودیم، یه ریویو بکنیم. رگولاتورها قطعاتی هستن که یک ولتاژ حالا به نسبت زیاد تقریبا 4 ولتی رو از باتری دریافت میکنن و به اون قسمتی که مد نظرشون هست ولتاژ به اندازه‌ای رو در اختیارشون قرار میدن. این در رابطه با دوربین، IC دوربین و رگولاتورش و به صورت کلی مدار دوربین رو براتون تشریح کرد. خب بریم سراغ بخش‌های باقی مونده که گفتیم میخوام براتون تشریح بکنیم. GPS، بلوتوث و NFC. GPS چی هستش؟ GPS یک سیستم ردیاب ماهواره‌ای هستش که به وسیله یه تعداد زیادی ماهواره موقعیت دقیق شما به نوعی روی کره زمین مشخص میشه. نحوه عملکردش هم به این صورتی که به وسیله امواج رادیویی ارتباطی بین تعداد زیادی از ماهواره‌ها و گیرنده‌ای که داخل گوشیتون هست برقرار میشه و اطلاعاتی مثل زمان و مکان شما به صورت دقیق در اختیارتون قرار میگیره که حالا به وسیله اون میتونید مسیریابی رو انجام بدید. پروسه کلی و نحوه عملکرد GPS به این صورتی بود که براتون تشریح کردیم. بریم سراغ بلوتوث. یک تکنولوژی ارتباط BC توی برد به نسبه کوتاه هستش. دیگه امروزه حالا میلیون ها دستگاه ساعت هوشمند، موبایل، تجهیزات پزشکی، هندزفری داره از فناوری بلوتوث برای تبادل دیتا و اطلاعات استفاده میکنه. بلوتوث روی فرکانس تقریبا 2.5 گیگاهرتزی
تبادل دیتا و اطلاعات خودش رو انجام میده. این فرکانسی فرکانس استانداردی هستش که توسط حالا یک سری سازمان‌ها مورد توافق قرار گرفته که روی تجهیزات حالا پزشکی و صنعتی استفاده بشه. این رو باید بدونیم که بلوتوس یک سری مزیت‌ها داره، از جمله هزینه بسیار پایین و مصرف انرژی کم دستگاه که در نهایت ختم میشه به مصرف کم باتری که بتونه حالا باتری رو به مرور زمان تخلیه نکنه، و در نهایت یک ارتباط به نسبه امنی هستش که برای تبادل دیتا و اطلاعات استفاده میشه. این در رابطه با بلوتوس. حالا در رابطه با IC های بلوتوس و GPS و حالا NFC هم که جلوتر در رابطه باهاش صحبت میکنیم براتون تشریح میکنم که IC‌اش به چه صورتی میتونه باشه. توی مرحله آخر بریم سراغ NFC. کاربرد NFC چی هستش؟ NFC هم تا حدودی عملکرد شبیه بلوتوسه، یک ارتباط بی سیم با برد به نسبه کوتاه هستش. حالا هر وسیله‌ای که NFC رو داشته باشه میتونن با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن. کاربردش کجا هستش NFC؟ NFC تو ایران هنوز خیلی کاربردی نشده، اما از کاربردهای اصلیش زمانی هستش که شما وارد یک فروشگاه میشید، خریدتون رو انجام میدید و میخواید پرداخت هزینه رو انجام بدید. یک دستگاه NFC خان توی قسمت صندوق فروشگاه متصل میشه، شما گوشیتون رو اون دستگاه NFC خان به نوعی نزدیک که میکنید، پروسه پرداخت کردن انجام میشه. یا زمانی که برای پرداخت هزینه کرایه برای دستگاه حمل و نقل عمومی میخواید استفاده بکنید، میتونید از این NFC هم به نوعی استفاده بکنید و پرداخت هزینه رو انجام بدید. این در رابطه با NFC و نحوه عمل کردش. یکی دو تا نکته در رابطه با NFC بگم، تفاوتش با بلوتوس توی چی میتونه باشه. بلوتوس برای اینکه تبادل دیتا و اطلاعات انجام بشه، دستگاه مبدأ با دستگاه مقصد به نوعی باید جفت بشن، به نوعی با هم دیگه باید اتصال و ارتباط برقرار بکنن، اما توی NFC همچین قضیه‌ای نیستش. زمانی که دو تا دستگاه به هم دیگه نزدیک بشن، پروسه حالا تبادل دیتا و اطلاعات به صورت کامل انجام میشه. این هم در رابطه با NFC و نحوه عمل کردش. این رو هم بگم که NFC از القاگر مغناطیسی برای پروسه تبادل دیتا و اطلاعات استفاده میکنه. اما در رابطه با IC های بلوتوس، NFC و GPS صحبت بکنیم. بریم روی این بلوک دیاگرام ببینیم که به چه صورتی قرار گرفتن داخل بورد هامون. میبینید یک IC ما اینجا داریم که هم بلوتوس، هم وایفای، هم GPS درونش قرار گرفته و به صورت یک پکیج مجزا روی بورد هامون وجود داره. برای NFC چی؟ برای NFC هم یک IC سوا قرار گرفته. همیشه ممکنه یه همچین سبک و سیاقی وجود نداشته باشه، ممکنه که حالا برای بلوتوس یک IC سوا باشه، برای وایفای یک IC جدا باشه، و این دیگه باید به بلوک دیاگرام اون گوشی مراجعه بکنیم تا ببینیم که این IC ها به چه صورت و به چه شکل شمایلی روی بورد هامون قرار گرفته. خب مطالب امروز ما به پایان میرسه. ما توی ویدیوی بعدی که ویدیو آخر هست در رابطه با ورودی و خروجی های گوشی که صفحه نمایش و تاچ هست به صورت کامل صحبت میکنیم.